تلاش طالبان برای کنترل نرخ مواد سوختی. بیکاری کارگران در هرات. شبها با دست خالی به خانه برمیگردیم. کشته شدن یک دادستان حکومت پیشین با انفجار ماین مغناطیسی. اقدام بی سابقه و تکان دهنده حکمتیار. حکمتیار از جزئیات گفتگوهای مخفی طالبان و آمریکا پرده برداشت. واکنش طالبان به افشاگری حکمتیار. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به خبری که این لحظه به ما رسید. منابع محلی در ولایت زابل و اشرصبح میگویند که از مدت به این سو قاچاق انواع سلاح از مسیرهای ولسوالی شمالزوی زابل به پاکستان افزایش یافته است. منابع روز شنبه هفته اقرب میگویند که مقامهای محلی طالبان با پرداخت پول و برخی از باشندگان محل اسلحه را به آن سوی مرز قاچاق میکنند. بر اساس معلومات منابع، افراد استخدام شده اسلحه را به مرز پاکستان میرسانند و به دسترس خریداران پاکستانی که پیش از پیش با آنان هماهنگ می شود قرار می دهند. منابع می افزایند که دو روز پیش 160 میل سلاح مختلف در یک موتر سراچه جاسازی و به آن سوی مرز انتقال داده شده است. پیش از این نیز گزارش های در مورد قاچاق سلاح به پاکستان از جمله تفنگچه های که نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی مانده خبرهای نشر شده است. بر بنیاد معلومات منابع، سلاح های آمریکایی از جمله دوربین های شبین، تفنگچه و تیرانداز در میان نظامیان پاکستانی مشتریان زیادی دارد. تلاش طالبان برای کنترل نرخ مواد سوختی. دفتر ملا برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، در خبرنامه نرخ فروش یک تن زغال سنگ را در بازارهای کابل 9000 افغانی اعلام کرده است. بر اساس این خبرنامه که روز شنبه هفته اقرب منتشر شد، این قیمت توسط کمیته کنترل مواد سوخت که بر ریاست ملا عبدالغنی برادر توظیف شده بود تعیین شده است. در خبرنامه آمده است که بر اساس تصمیم کمیته موظف شده، 400 هزار تن زغال سنگ در 4 منطقه شهر کابل توزیع می شود و هر تن زغال در ازای 9000 افغانی به فروش می رسد. شهروندان در حال بهای بیشتری را برای خرید زغال سنگ نسبت به سالهای پیش می پردازند که میزان استخراج زغال و صادرات آن افزایش یافته است. بر اساس مصاحبه شماری از فروشندگان زغال سنگ با رسانه ها، سال گذشته 1 تن زغال سنگ بین 6 تا 8 هزار افغانی در بازارهای کابل و فروش می رسید. بیکاری در هرات. شماری از کارگران در شهر هرات از افزایش بیکاری شاکیان و می گویند که آنان از صبح تا شام در نواحی مختلف شهر در جستجوی کارند، اما برخی شبها با دست خالی برمی گردند. این کارگران به عنوان روزمزد عمدتاً کارهای شاق و ساختمانی انجام می دهند. محمد یکی از کارگران میگوید روزهایی که با دست خالی به خانه برمیگردد بسیار سخت است. او به خبرنگار روزنامه اطلاعات روز گفت: خرج خانواده بر دوش من است. اگر کار گیر آمد، روزانه حدود 250 افغانی درآمد دارم. روزهایی که کار نباشد، جوابی برای خانواده ندارم. محمد میافزاید که نتوانسته از پول برق را پرداخت کند و یک هفته است که با فرزندانش شبها را در تاریکی به سر میبرد. محمد تنها کارگر روزمزد در هرات نیست که با این چنین وضعیت مواجه است. علی آقا نیز میگوید که از بیکاری رنج میبرد. در هفته های گذشته تنها دو روز کار کردم. وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. در روزهایی که کار نباشد، با نان و چای شب و روزمان را میگذرانیم. در شرایط فعلی خیلی مشکل است تا یک لقمه نان بخوری و نمیری و دست بیاوری. با بیان او، بیکاری و گرانی از یک طرف و فرارسیدن فصل زمستان از طرف دیگر زندگی را برایش سخت ساخته است. منابع محلی میگویند که یک دادستان حکومت پیشین که 3 روز پیش در پی انفجار ماین چسبکی زخمی شده بود در شفاخانه جان باخته است. منابع روز شنبه هفته اقرب در صحبت با روزنامه اشرصبح میگویند که این دادستان آقا گل احمدی نام داشت و چند روز پیش در پی انفجار ماین چسبکی بر موتراملش در مربوطات حوزه 17 شهر کابل زخمی شده بود. به گفته منابع، آقا گل احمدی باشنده اصلی روستای خاروی ولسوالی خنج ولایت پنچیر بود و در حکومت پیشین در دادستانی کل وظیفه داشت. منابع می‌افزایند که احمدی پیش از این انفجار
حدود 7 روز از سوی طالبان با همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت و از زندانی شده بود. تاکنون روشن نیست که ماین از سوی چه کسی در موتر عامل این داستان پیشین جاسازی شده بود. افشاگری های تکان دهنده حکمتیار. ایندپندنت فارسی می نگارد. حکمتیار از جزئیات گفتگوهای مخفی طالبان و آمریکا پرده برداشت. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان که در کابل به سر می برد روز جمعه در سخنرانی خود در مراسم نماز جمعه گفت که مذاکرات مخفی هیئت های بلندپایه اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و طالبان برای یک توافق جدید از مدت‌ها قبل آغاز شده و اکنون دو طرف به توافق‌های نیز دست یافتند. به گفته او مذاکرات کنونی ابتدا ماه‌های قبل در پاکستان آغاز شد و سپس به دوحه منتقل شد. رهبر حزب اسلامی افغانستان مدعی شد آمریکا در پی دستیابی به توافق دیگر همانند توافقنامه فوریه 2020 دوحه است. در سال 2020 آمریکا و طالبان پس از حدود یک سال مذاکره به توافق دست یافتند که به توافقنامه دوحه شهرت یافت. خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان از جمله تعهدات آمریکا بود. طالبان هم متعهد شدند رابطشان را با تروریست‌های خارجی قطع و حمله به نیروهای خارجی را متوقف کنند. گلبدین حکمتیار توافق دوحه را ناکام، غیر عملی، خلاف واقعیت و نادرست خواند و تاکید کرد که وضعیت بد کنونی در نتیجه این توافقنامه ایجاد شده است. به باور حکمتیار توافق دوحه افغانها را مقابل هم قرار داد. رهبر حزب اسلامی با انتقاد از عملکرد آمریکا در توافقنامه دوحه افزود که در این توافقنامه صرف آمریکا و طالبان با هم مذاکره کردند و بقیه طرفهای ملی و بین المللی تاثیرگذار نادیده گرفته شدند. از طرف احزاب سیاسی افغانستان و کشورهای عضو ناتو که در افغانستان حضور نظامی داشتند هم از محتوای مذاکرات و توافقاتی که میان طالبان و آمریکایی‌ها در دوحه صورت گرفت آگاه نشدند و همه مسائل را از رسانه‌ها دنبال می‌کردند. به گفته حکمتیار آمریکا عمدن می‌خواست عده از توافقنامه دوحه ناراضی باشند تا اوضاع همچنان متشنج بماند. اگر آمریکا می‌خواست حکومت قابل قبول در افغانستان شکل بگیرد باید همه طرف‌ها را در مذاکرات شرکت می‌داد. گلبدین حکمتیار در مورد مذاکرات کنونی طالبان و آمریکایی‌ها هم هشدار داد و گفت که همه طرف‌ها درباره آن نگرانند چون تصور می‌شود تجربه ناکام دوحه بار دیگر تکرار خواهد شد. طالبان و آمریکا تاکنون در مورد مذاکرات اخیر خود در دوحه جزئیات ارائه نکردند. اوایل اکتبر بود که CNN به نقل از منابع در دولت آمریکا گزارش داد که هیئتی از طالبان با سرپرستی ملا عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان با دیوید کوهن معاون سازمان اطلاعاتی مرکز آمریکای آسیا در دوحه پایتخت قطر ملاقات کردند. حکمتیار خاطر نشان کرد مذاکرات کنونی برخلاف روند معمول میان سیاستمداران طالبان و آمریکایی ها نیست، بلکه هیئت های بلندپایه امنیتی و اطلاعاتی با هم گفتگو می کنند. تاکنون جزئیات دقیق از محتوای مذاکرات و توافق های صورت گرفته در دست نیست، اما حکمتیار در سخنرانی روز جمعه خود چند مورد از توافقنامه حاصل شده در این مذاکرات را با ذکر عبارت برخی می گویند فاش کرد. بنا به ادعای حکمتیار کاهش گشت زنی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در آسمان افغانستان، تعهد آمریکا مبنی بر حمایت نکردن از مخالفان طالبان، افزایش کمک‌های نقدی آمریکا از $32 میلیون به $40 میلیون در هفته، چاپ اسکناس‌های جدید برای بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان با مداخله و نظارت آمریکا و آغاز به کار پروژه‌های توسعه ناکام آمریکا در افغانستان از جمله نتایج مذاکرات میان هیئت‌های امنیتی طالبان و آمریکا در دوحه. توماس وست فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان روز جمعه در یک نشست آنلاین گفت که نخستین بسته از اسکناس‌های تازه چاپ شده افغانی به زودی به بازار افغانستان وارد می شود. قرار است این اسکناس‌ها در اختیار بانک مرکزی افغانستان که زیر نظر طالبان اداره می شود قرار بگیرد. توماس وست از ذکر مبلغ این اسکناس‌ها خودداری کرد و طالبان نیز تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. با این حال گلبدین حکمتیار مبلغ احتمالی اسکناس‌های چاپ شده را 200 میلیارد افغانی معادل حدود $2 میلیارد اعلام کرده است. به باور حکمتیار کشته شدن ایمن الزواهری رهبر پیشین القاعده در کابل به کمک برخی از اعضای طالبان، صدور مجوز بازسازی عبادتگاه‌های یهودیان در هرات و آغاز به کار چند سازمان آمریکایی در افغانستان از جمله نشانه‌های بازگشت آمریکا به افغانستانند. با این حال به گفته حکمتیار هنوز مشخص نیست که طالبان چه قول‌هایی به آمریکا دادند.
رهبر حزب اسلامی ریشه مذاکرات و توافق‌های جدید میان آمریکا و طالبان را در مذاکرات اوایل سال 2019 میان دولت ترامپ و هیئت سیاسی طالبان در دوحه دانست. ترامپ در یک سال گذشته با انتقاد از خروج آشفته نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت که اگر او به جای بایدن می بود بخش از نیروهای آمریکایی را در افغانستان حفظ میکرد و پایگاه بگرام را که برای آمریکا اهمیت بسیاری دارد از دست نمیداد. حکمتیار با اشاره به مذاکرات مخفی میان طالبان و آمریکا گفت که سکوت طالبان نگرانی‌های را افزایش داده است. او هشدار داد اگر مسئولانه برخورد نکنیم و کابل زیر سایه یکی از قدرت‌ها قرار گیرد، افغانستان به اوکراین دیگر تبدیل خواهد شد. این نخستین بار است که یک چهره سیاسی در داخل افغانستان در مورد مذاکرات میان طالبان و آمریکا با این جزئیات صحبت می‌کند. پیش از این اطلاعات اندکی در مورد این مذاکرات وجود داشت و از سخنگویان طالبان از اعلام جزئیات بیشتر در این باره خودداری کردند. واکنش طالبان به سخنان حکمتیار. وزارت خارجه طالبان گزارش‌ها درباره دیدار ملا برادر معاون نخست وزیر این گروه با چک سالوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا و معاون سازمان سیا در قطر را افواهات خواند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان شنبه هفته اقرب در توییت نوشته است که نباید کسی این گونه گزارش‌های خودسرانه بی اساس و کذب را باور کند. بلخی نوشته است که رسانه‌ها نیز پابندی خود به اصول را ثابت کنند و گزارش‌های بی اسناد را منتشر نکنند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.